توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا یک توافقنامه تاریخی است. در تاریخ 27 جوان، اوکراین مانند گرجستان و مولداوی توافقنامه همکاری سیاسی و تجاری با اتحادیه اروپا را امضا کرد. توافقنامه که دور جدیدی از روابط را میان اتحادیه اروپا و همسایگان شرقیش آغاز می کند. پترو پروشنکو هنگام امضای این توافقنامه گفت من توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا را با قلمی امضا خواهم کرد که متعلق به نشست 29 نوامبر ویلنیوس است. اگرچه امضای این توافق در آن نشست میسر نشد، اما اکنون با قلم آن نشست امضا می شود و این نشان می دهد رویدادهای تاریخی غیر قابل اجتنابند. در نشست 29 نوامبر سال 2013 میلادی در ویلنیوس پایتخت کشور لیتوانی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین حاضر به امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نشد اگرچه آقای یانوکوویچ درها را برای همکاری با غرب نبست اما به دلیل فشارهای روسیه از امضای توافقنامه سر زد او گفت تمام کاری که ما باید انجام دهیم ایجاد روابطی عادی میان اتحادیه اروپا اوکراین و روسیه است این وظیفه اوکراین این ناشا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ویکتور یانوکویچ را به شیوه های گوناگون تحت فشار گذاشت و یا مشوق هایی برای همکاری با روسیه در نظر گرفت تا اوکراین دیدگاهش را تغییر دهد. اما در خیابان های کیف اوکراینی ها اعلام کردند که نمیخواهند رویای اروپاییشان را رها کنند. میلیون ها نفر در اعتراض ها شرکت کردند و با گرد آمدن در میدان استقلال خواهان برکناری یانوکویچ شدند. اتحادیه اروپا درها را برای همکاری با اوکراین باز گذاشته است. اوکراین با چهار کشور لهستان، رومانی، اسلوواکی و مجارستان هم مرز است. کشورهایی که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و معدنی غنی هستند و بازاری با بیش از چهل میلیون مصرف کننده دارند. یکی از اهداف اصلی این پیمان در حال حاضر افزایش صادرات اوکراین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که سالانه یک میلیارد یورو برآورد می شود. همچنین افزایش یک درصدی تولید سالانه این کشور. به نظر می رسد پوشاک، نساجی و فراورده های غذایی اوکراین به کمک نوسازی و بهبود شرایط کاری بیش از دیگر بخشا از این توافق نامه سود ببرند.